بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز چهارشنبه 27 سپتامبر 2023 میلادی برابر است با 5 مهر ماه سال 1402 خورشیدی. در ادامه اعتراضات معیشتی در ایران، شماری از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی روز چهارشنبه 5 مهر ماه در شهرستان شوش استان خوزستان تجمع و راهپیمایی کردند. اعتراض این بازنشستگان نسبت به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی به خواسته هایشان از جمله اجرای باقی مانده همسانسازی حقوق و پرداخت معوقه آن از سال 99 تا کنون بارها در هفته های گذشته نیز تکرار شده است. بازنشستگان و مستمری بگیران معترض در روز چهارشنبه با تجمع در مقابل دفتر نماینده شهرستان شوش شعار فقط کف خیابون به دست میاد حقمون، ظلم و ستم کافیه سفره ما خالیه، رزمندگان دیروز گرسنگان امروز، دولت شش کلاسه خجالت خجالت و نماینده بی خیر استعفا استعفا سر دادند. اعتراضات معیشتی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، شرکت مخابرات ایران و همچنین بازنشستگان کشوری و فرهنگیان به طور هفتگی در روزهای مختلف هفته برقرار است. به گزارش منابع حقوق بشری، سمیه ساریخانی دشتی، مادر عرفان ساریخانی دشتی، از جانباختگان اعتراضات سال 1401 بازداشت شد. مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان خبر داد که ماموران حکومت روز چهارشنبه 5 مهر ماه سمیه ساریخانی را در تهران بازداشت کردند. دلیل بازداشت و محل نگهداری این مادر دادخواه منتشر نشده است. عرفان ساریخانی دشتی، معترض 22 ساله ساکن تهران، در 26 مهر ماه سال گذشته ناپدید شد و پیکر بیجانش روز 29 مهر ماه حوالی جاجرود در حالی که بینی و صورتش شکسته شده بود پیدا شد. وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی خبر برخی رسانه‌ها را در مورد حمله اسرائیل به یک مرکز موشکی در خرم‌آباد تکذیب کرد. رسانه‌هایی از جمله تایمز اسرائیل گزارش کردند که صدای مهیب در خرم‌آباد احتمالاً بر اثر انفجار در نتیجه یک عملیات خرابکاری در یک پایگاه ساخت موشک‌های بالستیک بوده است. احمد وحیدی روز چهارشنبه 5 مهر ماه در حاشیه جلسه هیئت دولت جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت که بر اساس اعلام مرجع رسمی، صدا و لرزش احساس شده در خرم‌آباد بر اثر زلزله بوده است. به افزود علت میزان زیاد لرزه، عمق کم زمین لرزه بوده است. علت صدا هم تکانه و لرزش بوده است. روزنامه شهر روز 5 مهر ماه در گزارشی به نقل از خانواده برخی از داوطلبان کنکور سال 1402 نوشت کارنامه فرزندان ایشان دستکاری شده است. پرونده شکایت آنها که البته از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به جعل و کلاهبرداری متهم شدند، هم اکنون در دیوان عدالت اداری در حال پیگیری است. این روزنامه روایت چند تن از خانواده‌هایی را ذکر کرده که مدعی هستند 24 ساعت بعد از انتشار نتایج آزمون سراسری سال 1402 کارنامه فرزندانشان تغییر کرده است، اما به تراز دست نزدند. به این معنی که تراز کارنامه‌ای که رتبه 200 داشت با تراز کارنامه‌ای که اکنون رتبه 8000 دارد یکی است. این دستکاری که شرق به نقل از هامون سبتی، دبیر کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت و کنشگر آموزشی، از آن به عنوان اتفاقی بی سابقه یاد می کند، تنها نمونه از رانت و تقلب های افشا شده در کنکور سراسری نیست. چندی پیش موضوع ادامه تحصیل بیش از 1000 دانشجوی متهم به تقلب در رشته های پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و چندین رشته پرطرفدار مهندسی و علوم انسانی خبرساز شد و واکنش نمایندگان مجلس و مقامات مسئول در وزارت علوم را در پی داشت. کانال تلگرامی خبرنامه امیرکبیر که اخبار مرتبط با دانشگاه امیرکبیر را منتشر می کند، روز سه‌شنبه از نصب دوربین در محوطه دانشگاه های امیرکبیر و بهشتی خبر داد و نوشت که شاهد احضار تلفنی دانشجویان به خاطر پوشش هستیم. این گزارش تایید می کند که مقامات دانشگاه های امیرکبیر و شهید بهشتی در تهران از دوربین های نصب شده در محیط دانشگاه به عنوان ابزار جدید سرکوب در موضوع پوشش و احضار دانشجویان به این سبب
شب استفاده می‌کنند. خبرنامه آمریکایی به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که ماموران حراست دوربین‌های داخلی محیط‌های آموزشی را هم بررسی می‌کنند تا با شناسایی دانشجویانی که به زعم خودشان تخلف پوششی داشتند، شدیدترین برخورد را صورت بدهند. این رفتار سرکوبگرانه در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس ماده 69 آیین‌نامه انضباطی مصوبه آبان 1401 احضار تلفنی دانشجویان غیرقانونی است. در این ماده همچنین تایید شده که رسیدگی به موضوع بعد از 5 روز کاری از ابلاغ در دستور کار قرار می‌گیرد. عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات ایران میگوید سپاه پاسداران ایران چهارشنبه سومین ماهواره نظامی را با موفقیت به مدار زمین فرستاد. رسانه دولتی اعلام کرده که ماهواره تصویربرداری نور 3 در ارتفاع 405 کیلومتری از سطح زمین بر روی مدار قرار گرفته است. بنا به گزارش رسانه‌های ایران، نور 3 با ماهواره بر 3 مرحله‌ای قاصد به فضا پرتاب شده است. سپاه اسفند ماه سال 1400 گفته بود که ماهواره نور 2 را با همین ماهواره بر 3 مرحله‌ای به فضا فرستاده است. سپاه پاسداران 3 اردیبهشت ماه 99 هم اعلام کرده بود که ماهواره نور 1 را با موشک قاصد در مدار 425 کیلومتری زمین قرار داده است. در آن زمان سپاه اعلام کرد که این نخستین ماهواره چند منظوره و با کاربرد دفاعی این کشور بود که در مدار قرار گرفت. بیاند برشمان ترین لحظه توجه شما را به پنج پایی بازرگانی جلب میکنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانت رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26 هزار دلار پرداخت میکنه. بله، 26 هزار دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26 هزار دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. با ریسیور های خود کلنجار نروید. جل باکس HT 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبان های فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1 میلیون ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور.
ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، حضانت فرزند، خلعیت و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده های برنده را دارند. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. گزارش های منتشر شده درباره عملیات نفوذ جمهوری اسلامی در دولت و مراکز تصمیم گیری های کلان در ایالات متحده آمریکا عصبانیت نمایندگان کنگره این کشور را در پی داشته است. این گزارش ها که روز سه‌شنبه 4 مهر از سوی ایران اینترنشنال و سمافور منتشر شدند نشان می‌دهند که 3 تن از دستیاران رابط مالی نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در دولت جو بایدن رابطه‌ای نزدیک و نامتعارف با حکومت جمهوری اسلامی داشتند. مالی هم اکنون از مقام خود تعلیق شده و FBI در حال انجام تحقیقات در مورد نحوه استفاده او از اسناد محرمانه است. تنها ساعتی بعد از انتشار این گزارش‌ها اما چندین نماینده برجسته کنگره آمریکا به آن واکنش نشان دادند. تد کروز عضو کمیته روابط خارجی سنا افشاگری‌های صورت گرفته را به طرز غیر قابل توصیفی نگران کننده خواند و خواهان توقف مذاکرات پنهانی با ایران شد. او گفت آمریکایی‌ها به درستی می‌پرسند چرا دولت بایدن در این حد با رژیم ایران دوستانه برخورد می‌کند و چرا مقامات دولت مصرانه زمینه پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران و تروریسم را فراهم آوردند. این گزارش‌ها و ایمیل‌ها نشان دهنده عملیات گسترده نفوذ ایران در سطوح بالای دولت است. جیمز بانکس نماینده جمهوری‌خواه کنگره که طرح مهسای او چندی پیش به تصویب رسید با بازنشر این گزارش در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت هشدار جمهوری‌خواهان مبنی بر اینکه تلاش ناامیدانه دولت بایدن برای احیای توافق هسته‌ای باراک اوباما هدیه‌ای به رژیم ایران است اغراق آمیز نبوده است. ایمیل هایی که در گزارش ایران اینترنشنال و سمافور به آنها استناد شده بیانگر همکاری و هماهنگی مقامات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و افرادی ایرانی الاصل هستند که حاضرند چشم، گوش و زبان رژیم در صحنه های بین المللی باشند. علی باعث عضو گروه بین المللی بحران در ایمیلی به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی نوشت به عنوان یک ایرانی و بر اساس وظیفه ملی و میهن دوستانه هم در ارائه هر گونه کمک به شما تردیدی ندارم. کارشناس دیگری به نام آریان طباطبایی به مقامات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش داده که به اسرائیل و عربستان سعودی دعوت شده و از آنها در مورد قبول یا رد این دعوت ها نظرخواهی کرده است. طباطبایی یکی دیگر از نزدیکان مالی بود که در سال 2021 در تیم مذاکره کننده هسته او هم حضور داشت. وی هم اکنون رئیس دفتر دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور عملیات ویژه است، شغلی که نیازمند اخذ مجوزهای امنیتی دولت ایالات متحده است. سناتور کروز بدون اشاره به نام طباطبایی درخواست کرده که مجوزهای امنیتی مقاماتی که به ایمیل های افشا شده مرتبط هستند تا زمان رسیدگی به اتهامات مطرح شده لغو شوند. شنبت سازمان امنیت داخلی اسرائیل اعلام کرد که عملیاتی به رهبری جمهوری اسلامی ایران در خارج از کرانه باختری برای ترور ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی این کشور و حمله به اسرائیلی ها را خونسا کرده است. در بیانیه این سازمان آمده که ماموران این سازمان با همکاری پلیس و نیروهای وزارت دفاع 3 فلسطینی و 2 شهروند عرب تبار اسرائیلی را که در استخدام رژیم ایران بودند تا امنیت اسرائیل را بی‌ثبات کنند بازداشت کردند. 2 مظنون فلسطینی به نامهای مراد کمامجه و حسن مجاریمه متهم شدند که با میانجیگری 1 شهروند اردنی توسط نیروهای امنیتی ایران آموزش دیده بودند تا سلاح به داخل اسرائیل قاچاق کنند و درباره آقای بن‌گویر و یهودا گلیک نماینده سابق مجلس اسرائیل اطلاعات جمع‌آوری کنند.
هویت سومین فلسطینی زیاد شانتی اعلام شده است. شنبه همچنین گفته است که دو اسرائیلی بازداشت شده که 18 و 23 سال سن دارند و ساکن شمال این کشور هستند، قرار بود که به دستور دستگاه امنیتی ایران خودهای شهروندان اسرائیلی را به آتش بکشند. همچنین اعلام شده که آنها در شهر حیفا به شکل آزمایشی یک خودرو را سوزانده بودند. سازمان امنیت داخلی اسرائیل گفته است که مشارکت شهروندان این کشور در عملیات ترور را بسیار جدی گرفته و این افراد را بازداشت کرده است. نیروهای ویژه جمهوری آذربایجان روبن وارتانیان، نخست وزیر پیشین منطقه خودمختار قره‌باغ را دستگیر کردند. همزمان مقامات ارمنستان میگویند تا بعد از ظهر امروز به وقت محلی بیش از 50,000 پناهجوی ارمنی، یعنی نزدیک به نیمی از جمعیت ارمنی‌های قره‌باغ، به ارمنستان پناه آوردند. روبن وارتانیان تاجر است و از نوامبر سال 2022 برای مدت کوتاهی ریاست دولت جدایی طلب قره‌باغ را بر عهده داشت. او در میان هزاران نفری بود که از قره‌باغ راهی ارمنستان شدند. قاضی دادگاهی در نیویورک اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در جریان ساختن امپراتوری املاک و مستغلات خود سالها بانک‌ها و بیمه‌گران را فریب داده است. قاضی آرتور انگرون روز سه‌شنبه 4 مهر ماه در یک دعوای قضایی که توسط دادستان کل نیویورک مطرح شده بود، به این نتیجه رسید که دونالد ترامپ و شرکتش با ارزش‌گذاری بیش از حد دارایی‌هایش و وارد کردن مبالغ نادرست و اغراق‌آمیز در مورد میزان دارایی خود در اسناد مورد استفاده در معاملات و دریافت وام، بانک‌ها، بیمه‌گران و دیگران را فریب داده است. دونالد ترامپ به عنوان یک سرمایه‌گذار موفق در حوزه املاک و مستقلات مطرح بوده که شهرت به دست آمده از این موفقیت مالی مبنایی برای قدرت سیاسی بعدی او شد. به نوشته خبرگزاری ها، این حکم تازه در دادگاه نیویورک جدی ترین ضربه است که به تصویر دونالد ترامپ به عنوان یک سرمایه دار توانا و خود ساخته خدشه وارد می کند. بیننده برشمن بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدریلا گروپ، در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 هیدریلاگروپ.com. من عاشق سفر کردنم. همیشه هم دوست دارم با یک کوله پشتی سبک سفر کنم. اوه، این چیه؟ شاید باورتون نشه، ولی من با این میتونم یه قسمتی از هزینه های سفرم هم در بیارم. بیاین بهتون یاد بدم شما هم چجوری میتونین هم سفر کنین هم پول در بیارین. کافیه اپلیکیشن پسنجر رو فور فری دانلود کنین و ببینین تو شهر شما چه کسایی بسته هایی و به مقصدی که شما دارین به اونجا سفر میکنین میخوان بفرستن. حالا وارد اپلیکیشن پسنجر بشین و لیست تمام بسته های موجود رو ببینین. با انتخاب مبدا و مقصد، لیست بارهایی که میتونین هم بکنین برای شما نمایش داده میشه. برای اطلاعات بیشتر صفحه ما رو در اینستاگرام به آدرس Find My Passenger فالو کنید. با پسنجر تو سفر بعدی قسمتی از هزینه هاتون رو کاور کنین. بیژن جواهری نسل سوم از خانواده بزرگ جواهری در قلب بیورلی هیلز برای خرید فروش، تعویض و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه در خدمت شماست. بیژن جواهری که نماینده رسمی سیتی آف بیورلی هیلز برای خرید جواهرات می باشد، این بار زیباترین جواهرات طلا و سکه را در شوروم خود در بیورلی هیلز به نمایش می گذارد. بیژن جواهری در جفریز جولری فقط
با تعیین وقت قبلی پذیرای شماست. تلفن 310-278-84-85. اوج زیبایی و شکوه با بیژن جواهری. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. منابع امداد و درمان در استان نینوا واقع در شمال غرب عراق میگویند بر اثر وقوع آتش سوزی در یک تالار جشن عروسی در شهرستان همدانیه دست کم 100 تن کشته و 150 تن زخمی شدند. گفته می شود که نزدیک به 1000 تن در این مراسم عروسی حضور داشتند. طبق این گزارش ها آتش سوزی به دنبال شروع آتش بازی در مراسم عروسی آغاز شد. گفته می شود که داماد و عروس هم در این حادثه جان باختند. ساعتی بعد از وقوع حادثه وزارت کشور عراق اعلام کرد که برای 4 مالک این سالن حکم بازداشت صادر کرده است. بینندگان هشمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.